از اهداف کشت دوم هم ما چند نکته را عرض میکنیم. یکی از اهداف کشت دوم در واقع بهبود درآمد شالیکاران هست از این کار، و دلیل دیگر، هدف دیگرش میشه گفت که استفاده بهینه از اراضی شالیکاری در تمام فصول سال برای افزایش محصولات کشاورزی. تنوع زراعی هست، مبارزه با آفات، بیماری ها، علف های هرز میتونه باشه، همه اینها میتونه کمک بکنه به در کشت دوم به حاصلخیزی خاک و همچنین درآمد کشاورزی. همینطور که میبینید در حال برداشت کشت مجدد برنج هستیم در روستای تش. با توجه به اینکه هزینه های برنجکاری در کشت اول خیلی بالاست، ما کشاورزای پیشرو دنبال کسب درآمدی هستیم که بتونیم خرج و مخارج کشت اول رو پوشش بدیم. و این کشت مجدد همونطور که میدونید نیاز به تحقیقات داره روی بذر، روی خاک، روی کوددهی، نوع آبیاری خیلی مهمن. از مرکز تحقیقات برنج خواستاریم بیان تحقیق کنن روی خاک، روی بذر، چه نوع بذر استفاده کنیم، چقدر آبیاری احتیاجه، چقدر کود احتیاجه، و باید این کار حمایت بشه، باید تحقیق بشه در مورد کشت مجدد. یه مقدار نظارت باشه روی کود و اینجور چیزا که بتونم تولید کننده ها دارن تولید میکنن، مثلا بگم 50% ولی 20%شون بهشون میدن. یه مقدار هوای کشاورز داشته باشن بد نیست. کشاورز هم دوست داره که به اصطلاح رونق پیدا بکنه، رشد بکنه، از همه لحاظ، هم لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ تولید، هم از لحاظی که خیلی معذرت میخوام، این جنسی که میاد بازار کشاورز این همه زحمت میکشه، وقتی که برنجش میاد بالا برنجش قیمتی نداره. کشت اول هاشمی جواب میده، کشت دوم هاشمی جواب نمیده. باید یا 60 روزه باشه غریب یا نوع دیگه جهاد میده. این هاشمی کشت دوم برای کشت دوم جواب نمیده. کشت دوم پنجم مرداد بریدم، هفتم مرداد آماده کردم برای نشه. 20 تیرم جو ریخته بودم برای خزانه. هاشمی بود 98 روز طول کشید. نزدیک 100 روز طول کشید. برای رونق بیشتر باید شروع به کار بشه. دیگر خودم خوب بود اگه 60 روزی می‌زدم. برای هم دوست تولید باشه، اگه بیکاری نباشه که بجاره دارم میکاریم برای روش تولید. الان من اونا رو هم آماده کردم.